با سلام و وقت شما بخیر به تلو نیوز خوش آمدید امروز برابر است با دو هستور حمله بر یک مرکز توزیع شناسنامه های برقی در دشت برچی کابل که در سال 1397 رخ داد که در آن حمله 57 تن کشته و 119 تن دیگر سخم برداشتند این یکی از رویدادهای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است اما پرسش اینجاست که چقدر این چنین رویدادها مورد پیگیری قرار میگیرد و یا به خانواده های قربانیان هم پس از این چنین رویدادها رسیدگی می شود و یا خیر در این مورد بیشتر گفتگو می کنیم با آقای سید محمد علوی رئیس مشتمه فرهنگی جهاد دانش سلام و وقت شما بخیر خوش آمدین به با علیکم و رحمت الله و برکات ممنون آقای علوی در حدود دو سال سپری شد و چی گذشت در این میان به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی با تشکر از دستندرکاران تلویزیون طلو تلویزیون پربیننده کشور و دوستانی که فرصت را برایم دادن تا بتوانم یاد شهدای دوم سور شهدای مرکز ثبت احوال نفوس و تمام شهدای ملت افغانستان را زنده نگه داریم و به ملت شهید داده دین دا خود را ادا سازیم الحمدلله همه ستایش ها ویژه خداست <تص> سر نای در نینوا می ماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود ناله را هر چند خواهم آهسته از دل برکشم سینه میگوید به تنگ آمدم فریاد کن بله مردم به تنگ آمدن باید فریاد کنند و فریاد را از سینه ها بیرون کنند و تحول ایجاد کنند و این موثر نیست مگر حسین وار و زینب گونه شهادت و پیام شهادت را باید نهادی نکرد در جان جانباختن مبتلایان به ویروس کرونا و شهادت چند دکتری که در شب روز زحمت کشیدن در جهت مقابله با ویروس کرونا و نیروهای مسلحی که در این روزها به شهادت میرسند در پاسداری از وطن و نظام برشان تسلیت عرض می کنم بله امروز مصادف است با دوم سور دومین سالیاد شهادت 62 نفر شهید و زخمی شدن 128 نفر مردم مزدوم ما که در اثر حمله انتحاری ناجوان مردانه و وحشیانه داعش در محتاب قلعه شهرک خاتم الانبیا غرب کابل صورت گرفت بله من سید محمد علوی که شما پیشتر گفتین <تصفح> پدر شهید سید احمد رشید علوی پانزده ساله شاگرد سنف هفت مکتب کوچکترین فرزندی بود در جمله 62 نفر هم به شهادت رسید خدا روح همه شهدای ما را غرق رحمت خود بکنه <تصفح> من خدمت شما عرض کنم که در زمان مرکز ثبت احوال نفوس در کوچه ما آمده بود میخواست که فعالیت را شروع بکنه درست. آمدن این مرکز در اونجا برای ما برای مردم منطقه بسیار وحشت ایجاد کرد ما مراجعه کردیم خبر رسانی کردیم برای دارای دولتی که تجمع این نفر در اینجا به مسلحت نیست که متاسفانه که گوش شنوا نبود و کس در این راستا توجه نکرد و ما در امور روزم چون که خانه برادرم هم جوار مرکز بود و یک دکان داشت ما با هم اونجا رفته بودم بعد دکان بودم تصادف فرزندم ده بیرون بود رو برای اون مرکز استاد بود با اینکه وقتی که من میرفتم در حدود بیش از هزار نفر تجمع داشت ما برای دوستا گفتم که احتمال میره این مسئله شوه شما لوس کنید فقط اگر بتونید خود نمیرین اگر یک صف ایجاد بکنین که خود به خود یعنی شما به نحوه مشکوک شده؟ بله به بله بله ما در سه روز بسیار تشویش داشتیم و به وکیل گذر به دیگرا به حوزه همگی ما دوستایی که در اونجا بودن متنفذین کی تجمع بیش از هزار نفر هر روز در اینجا ای خودش در شرایطی که ما بحث انتحاری همیشه میشد بله. متاسفانه در این دو سه روز دشمن همیشه اما تو که میگن دوست همیشه از پلیس پیش است یا متاسفانه چون که پشتوانی بیرونی رو دارن بود از سه وقت تصمیم گرفتن متاسفانه در اون ساحه که من در دکان نشسته بودم و مردم همکاری میکردم بعضی مسائل فرم کار داشتن و دکان های میکارها رو میکردن بیشتر مردم هم نسبت به ضرورت اقتصادی که داشتن اکثرش عریض ویسا ها آمده بودن و فرم و دکان ها جور شده بودن که اکاسی کنن و فقر اقتصادی و خسار چیزی بعد است که در اون سحنه که من در خانه بودم و در اون دکان نشسته بودم پسر ما پسر برادرم در بیرون دا هم در مثل دیگر آور بود من دوبارم دیدم و ترس داشتم که اما این رویداد رخ داد دیگر. اما یک دفعه یک انفجار بسیار حولناک صورت گرفت و ما تمام شیش و ما اونجا یک چند خانم و مردا که اونجا حضور داشتن چیخ زدم که پروت کنین که خدای نخواسته کدام مورد نشد چند ثانیه تیر نشده بود که متوجه شدم که پسرم بیرون است دویدم دویدم که خدمت شما عرض کنم که پسرم کجاست متوجه شدم که یک جای دکان میسوزم و جنراتور رو دقت کردم که دیدم پسر مفتید است بله بعض وقتا آدم دیوانه میشه بعض وقتا آدم تکلیف پیدا میکنه بعض وقتا از این حادثه آدم شک میبینه حتی شاعر میشه اونجه یک چند شعر که اون وقت گفتم چند روز بعدش اون سر قبر پسر امام هست شنیدم وا شنیدم وا شنیدم, شنیدم صدای حاول را شنیدم دویدم و دویدم نرسیدم رسیدم بر سر جسم رشیدم اگرچه ظلم ظالم را به چشم خود دیدم مگر شاه ظالم را چرا من نمی بینم اگرچه از حسین را در کربلا من ندیدم همه فوران خون گلوی از غرم را به چشم خود دیدم اگر شفر یاد ناله همه را شنیدم اما صدای ناله فرزندم را هیچ نشنیدیم روز محشر بود تصفانه که فرزندم را انتقال دادیم به شفاخانه و اما جان را به جانان تسلیم داده بود متاسفانه باز هم اداره ثبت احوال نفوس فرداش باز هم میخواست پس فرداش که همونجا باز فعالیت خواهیش شروع کنه شرمانه متاسفانه باز ما جلوش گرفتیم و تهدید کردیم که اگر نشه خواه ما اداره رو... را... آقا پس از رخ دادن این رویداد شما به کجاها رفتین؟ از کیها لاقل پرسیدین؟ و تعهد هم که حکومت در آن زمان داشت شخص رای داشت ببیره پس از اینکه که چندین رویداد دیگر هم پی یکی دیگر در غرب کابل رخ داد به کجا رسید؟ و چی شد؟ بله مردم همگی خواستن که اعتراض داشتن که حامل حوزه باید بازرسی شما وکیل گذرد دیگه همه گیر در این کسایی که غفلت کردن بعد غفلت دن. کردن متاسفانه که گوش شنوا که نیست نیست که تصادفاً بعد از مدتی دهم محرم شد روز عاشورا شد ما شنیدیم که یکی از دوستا با ما اطلاع دادن که رئیس جمهور میاد در مسجد رسول اکرم صحبت داره در دهم ده عاشورا ما هم فرصت غنیمت شمردیم گفتیم خوب یک فرصت خوب است ما هم در مسجد آمدم و با کسایی که مسئولین بود گفت ما گفتم ما پدر شهید هستم و پدری صاحب بیشترین شهر ما دادیم کلاف میوان معود دوستا با ما هستن قبل از او مسجد الزهرا و گفتم ما باید سخنرانی بکنم حرف دارم که در اونجا متاسفانه غیر قابل باور بود که من نماینده شهید پدر شهید میخوایم را جه شهادت شهید شدن بیامنیتی امنیتی صحبت بکنم متاسفانه یک تیمی که دور بزرگها همیشه هستند در جناب آقای اشرف غنی رئیس جمهور رو. و جناب آقای معاونت بودند ممانعتی را که هیچ تصور نمی‌کردم که به حیث بازمانده شهدا میخواستم صحبت بکنم من اصرار داشتم که چه فرصت من نمی‌فهم چه قصد کرد و میخواستم به تفصیل هر کدامش آمد ما این امنیت آمد و فلانه احمد آمد که نه لازم نیست که شما صحبت نکنید بله. آخر بر بل بل هر شو صورت تعهد صورت گرفت بر این که باید پیگیری شود لاقل رسیدگی صورت بگیره به کسانی که قربانی شدن یا عزیزانشون از دست دادن اما چرا این گونه نشد بله ما در اونجا ما آخر با اصرار با اینکه تهدیدم شدم هر چی من اصرار کردم و گفتم هیچ کس نمیتونه جلو ما رو بگیره یک شیرم خواندم کشته شد شاه شهیدان تا شما گیرید تا شما گیرید پند نزد ظالم پافشاری یک کو و تنها کنید بله پافشاری کردم و صحبت کردم آخر مجبور شدم بر من وقت دادن صحبت های ما محور صحبت های ما سه مورد بود توجه رئیس جمهور به بازماندگان شهدا و ایجاد آدرس مستقیم با ایشان. دوم دور ساختن حلقات مافیایی فرصت طلب فاسد از اطراف خود حکومت باید میراسی نباشه و باید انتخاب و شناسایی شخصیت ها تأثیر گذار متخصص و صادق و هر ارگان باشه که بتونه واقعا کار مسمری رو خب نتیجه رئی... در رئیس داشت... جمهور هم صحبت داد رئیس جمهور که صحبت کرد محور صحبت رئیس جمهور چی بود؟ آشورا دست مقاومت از برای در برابر بیعدالاتی ها فساد استفاده ناروا از بیت المال و مقاومت در برابر ظالمان یک بحثیان بود بحث دوم اراده ما این است که میراث را بدل کنیم رئیس جمهور گفت که از خود میگذاریم و میراثی که از خود میگذاریم حاکمیت قانون و عدالت بود این مطلب دومش بود مطلب سوم چهارمش بله مربوط پس خودم بود که سه بار رئیس جمهور صدا کرد که بله آقای لوی س... بله. من همون هم سخنرانی را شنیدیم در بله. شخص رئیس جمهور هم همین را اشاره کرد که باشندگان غرب کابل میتونن که هر زمانی که خواسته باشن لاقل هر شهروند کش خواسته باشه میتونه که بیای به در هر گری یا سجموری و در اونجا شکایت خود داشته باشه که رسیدگی بر بله صورت بله, بله. بگیره پرسش که من شما پرسیدم همین بود که چه تغییر پس از رویداد دوی سار به میان آمد بله بعد از اون ما در حدود 11 مرکز انتحاری ده. که قبلا هم شده بود و در این زمانی که فرصت نشد وقتم نشد که من خدمت شما به سرعت میگم ثبت احوال نفوس 62 شهید 128 زخمی مسجد امام زمان گرده 36 شهید 158 زخمی آموزش موعود مرکزش 57 شهید 67 زخمی کلاب میوان 32 شهید 102 زخمی مسجد باقری العلوم 33 شهید و 38 زخمی فرهنگی تبیان 40 شهید و 58 زخمی مسجد امام زمان خیرخانه 28 شهید و 35 زخمی مسجد امام زمان درست. برچی زیارت سخی زیارت ابو الفاز کارمندان خب این تلفات بود که به غیر نظامیان وارد شد بل. دیگر ما این می مجموعه در حدود 300 نفر جمع شد بازنمایندگان شهدا طبق و ما ما این رو به دفتر آقای صالحی تسلیم دادیم از امون تاریخه که تا اینمی از امون تاریخه که ما تسلیم دادیم تا حال از اول جدی سال 1397 تا دوی سور 1399 متاسفانه که گوش شنوایی نبود که بشنود ما گفتیم که اگر در خانه کس هست یک حرف بس است که ما را اگر میشنوند که تامیال متاسفانه که در طول پانزده ما بسیار تب تلاش کردیم که این مورد بایست حل شود که تا بال حل نشده متاسفانه صدای بازماندهای شهدا که میتونید درد دردمند بود درک بیشتر داشت در تمام مسائل اوزای کشور کلان در بالا. مسائل صلح در مسائل تمام مشکلاتی که از بحث اقوام بحث حکومت داری خوب حق هم داشت که باید که این مجموعه باید صحیح می شد متاسفانه تا بال من که آیا رئیس جمهور باید... صداشون شنیده میشد شد بر یک تغییر با اینکه رئیس جمهور خودش گفت دروازه‌ای ببینید شما گفتین شنیدین رئیس جمهور خودش گفت دروازه های عرق باز است بله دقیقا. دروازه های های عرق وجود ندارد شما نماینده تعیین بکنید دیگر این مسئله میراث تغییر کرده متاسفانه درست. مستقیم با خود ما تماس بگیرید وقت هم وقفه شما یکی از کسان هستین که پسرتان از دست دادن شاید مثل شما ده ها خانواده دیگر باشه که یک عزیزشان در این چنین یک رویدادهای بالاخره از دست دادن اما چگونه باید رسیدگی میشد به خانواده های قربانیان احسن سوال بسیار خوبی است این برمیگرده که وظیفه حکومت نسبت به بازماندگان شهدا بله میگه خدمت به خانواده شهدا وظیفه شرعی است ما پنجشش نکات را خدمت شما عرض می کنم وظیفه دولت رسیدگی بهتر به خانواده شهدا و ایجاد یک مرکزی که قبلا رئیس جمهور به ما وعده داد در سخنرانی خود البته دست در دولت به تعریف و تمجید ظاهری قناعت نکنند جایگاهی که یا فعلا نشستن این جایگاهی است که مرهون خانواده شهدا هستند درازم. چطور است که در اینجا میشینن و به با وضعیت بازماندگان شورا رسیدگی در کنار این مراکز مثلا چه کارهایی باید صورت می بخ... در اولویت اولویت های فرهنگی اقتصادی استخدام کاری رسانه ای حضور بازماندگان در برنامه صلح حرف صلح متاسفانه در بحث مسائل حضور در دولت سهم بندی چه بله. این پرسش که میخوایم از شما داشته باشم شما در بخش استخدام اشاره کردین در بخش اقتصادی اشاره کردین در کنار ازی که باید در پرسه سال هم حضور میداشتن واقعا درد یک خانواده را دوام که یک عزیزش از دست داده دو باشه و جا برش بتن بالاخره در, در یک نهاد استخدام شوه همین است رسیدگی؟ شما فکر کنین یک بحثی است که وقتی که شرایط انتحاری یا کشته میشه مسائل میشه دولت یک مبلغی را برای یک لگ افغانی که امو هم به اسلام مال دولت نسلات که ما دارم از طریق بعض رسان که آمد، امو هم کشورهای خارجی میتن امی یک لگ افغانی اکرامیه را هم تا حال بیشترین یک تعداد مردم همی مانده که دو سال سه سال به اسلام و اکرامیه که یک حق به کوچیکی است که برای برا برا بازمانده های شهده که متاسفانه ما پیشنهاد ما برای جمهوری بود که یک مرکزی ایجاد شود مراکزی را که در دولت هست در راستای برنامه کار میکنه در وزارت صحت عامه از های عاجل که تنظیم میشد میلیون ها افغانی را به اسلام مصرف میکرد با امکانات بسیار ویژه متاسفانه که نتیجه صفر بوده ما بیشترین از زمانی که حادثه شد بیشترین دوستا کسایی که به این مشکلات مراجع مراجعه میکنه با ما چون ما یک عادت شدیم اما امیال اکثر باز و شهدا سرپرست نداره فعلا در این وضعیت ویروس کرونا که آمده بیکار هستند حق اولیت کمک دولت درست به نیازمندا مهم است مهمترینش به با بازمانده های شهدایی که فعلا مشکل داره و نیازمنده است باید کنه دولت کدام برنامه داره چون دلیلی است که چرا دولت برنامه نداره بیشتر هم گفتم حلقاتی که دور بره حالا شما در رسانه بیشتر از رسانه های شما صحبت شد که پولایی را که میان به نام ویروس میگیرن به نام بحث های تبدیل قبل از او به نام صلح شما ببینید بحث شو چند ماه پیش چی بحثی کلانی بود حشر شده بود به ارتباط سال هر جا ببینید هر مجموعه از هر آخوی در, مورد وضعیت قربانیان میخوایم بپرسم به ویژه در غرب کابل همین کسانی که در رویداد دوی سور این آسیب دیدن در حال حاضر چی است من خدمت شما عرض کنم که وضعیت بازماندگان شهدا نسبت به تمام مردم فقیر افغانستان نابهنجار است متاسفانه که نیاز شدید به کمک دارند در کدام بخش در تم... امی همین بازمانده های که ما معلومات داریم و رستار از یا گرفتیم با ما مراجع میکنن خصوصا فامیل که سرپرست ندارن شوهرشان شهید شده اکثر نیمیا با ما مراجع میکنن ما با چند مراکز های شخصی که بوده تماس بوده ما از طریق فیسبوک که یا نیاز هست که این کمک شود بله. متاسفانه امی کمک ها ولی دولت و شخصیت های دیگه که کمک میکنند بیشترش نمای کوشش میکنند که رسانه ای شوند تبلیغات و اصلاح شخصیت خودشان شوند نه ده حد شعار بوده و ده های حکومت هایی که باید صورت بیگیره. و به و با اصل نفر نمیرسه جلابا از بحث قوم بحث صلح بحث دولت داری متاسفانه امیال امیال در یک بحث قومیس بر ارتباط این افغانستان است یک تعداد امیال در لیست تیار کرده که خود بله. جای کنه در دوره آقای بیان روی هم مشکلات داشته باشیم در داشت بخش ما بله. داره. در بخش های مختلف از افغانستان این چنین خانواده ها همگی عزیزانشون از دست دادن اما در حال حاضر خواسته همگی کاهش خوشنتا است چون دیگر خسته دان از اینکه عزیزانشون از دست دادن بله برای بله. بله برای اینکه خوشنتا ها کم شود برای بله اینکه دولت حکومت داری خوب شود اون زمان هم رسیدگی صورت باره. خواهد کرد من برای جمهور اون زمان بود که نخبه ها و خوبان هیچ وقت پیشی یا نمیره پیشی رهبرای حساب نمیره در جریان های سیاسی نمیره پیشی دولت نمیره یا نفرت دارن یا از این مجموعه ها به اصطلاح درست نیست نمیخواین شامل شوند. اینها در قریه ها و ها پس کوچه ها هستند این وظیفه ای دولت است که باید این شخصیت ها ره. پرسپال بکنه پیدا بکنه و در ج... یعنی ها بیشتر برمیگرده به خانواده های قربانیان این ما نمیگم قربانیان این اکثر مردمانی که توانمندی خوب دارن از اینکه حکومت متاسفانه یک حکومت یک نظامی است که حالا ما نمیخوایم مشخص بگویم که رهبرانش اکثرش رهبران احزاب رهبران دولت کسانی که دور و بر کرده یا بیشترین بیشترین ضربه را در جامعه افغانی و ملت ما اینها میگذارن یا ای از جلابای سابق است ببین ببینیم جناب های دکتر سبش افغانی میگه که بله جنگ طلبان سابق فلانی های سابق بازم اگر شما بین بررسی بکنیم در دوره بر کل همیا عمو کمیشن کارا عمو مفسدین امو جلابا و در, در طور چار ده استفاده کردن باز همین جایگاه درست. داره روی بیان هم صحبت داشته باشیم بالاخره در حال حاضر چه کارهای باید سرعت بگیره خواست عمده ما اشاره کردم کاهش خشونت است به این ما چگونه باید نایل بیم؟ کاهش خشونت خدمت شما عرض کنم دلیلی که ما مشکلات کم کنیم چند مورد است خدمت شما عرض کنم اول فقر و بیکاری وقتی که فقر بود من علوی مجبور هستم میرم در اردو من علوی مجبور هستم در در لشکر مخالفین میرم به به خاطر امرار معاش و زندگی خود شامل شم در هر دو طرف این بحث اقتصادی رول عمده را داشته دولت در این راستا متاسفانه جریان های سیاسی جریان های سیاسی حتی به خاطر مجموعی که خودشان داره نتانستن که زمین کاریابی و فقر زدایی را به ایجاد بکنن و دیگه ای که رسیدگی به مردم از هر طریقی که میشه مردم باور باش داشته باشد که ای حکومت یا این مجموعه واقعا در سوزد برشان این تنها نمیشه که بر مردم تنها پول داد رسانه ها بهترین یک زمینه است که بر مردم مردم را ببینین شما این امروز بررسی بکنین از طریق تلویزیون خود دولت وزارت شهدا این وضعیت که ما 62 نفر در این روز به شهادت رسیده 128 نفر زخمی آیا یاد امیم روز یاد میشه؟ این شما تا شب تا فردا رو ببینیم شاید مثل از این ده ها روی دیگر بله، ما بله باز میاد. مثلا چند روز باید میای باز بعد از کلپ میوان می همگی دولت وقتی که در این راستا برنامه نداره اقلا رئیس جمهور دو رئیس جمهور ما اقلا یک پیام تسلیت برای ما ها نمیته ما از چه توقع داشته باشیم اگر یا یک پیام مفت خالی که هیچ قیمت نداره بر ما نمیته ما از کجا به اصلاح آقای زمان از کتایی های حکومت در رسیدگی به خانواده های قربانیان یادآوری میکنین و میگین که حتی یاد هم از اینا نمیشه پس میتونی رو برسانه که این چنین رویدادها دیگر پیگیری نمیشه و هر کدر تلفات غیر نظامیان وجود داشته باشه بالاخره کسی نیست که چرا شد و چی گونه من از مردم افغانستان بسیار تشکر میکنم که در انتخابات گذشته سهمشان بینهایت کم بود من برخلاف دیگران که میگن که انتخابات بله یک زمینه است من بسیار خرسند و خوشحال شدم که مردم به این ظرفیت رسیدن به این آگاهی رسیدن که در انتخابات شرکت نکردن و برای دولت مردان گفتن که ما شما را نمیپذیریم ما شما را نمیخواهیم و امی قد نفر که در انتخابات شرکت شد من مستند میتونم برای شما ای فرصت خونه و صدها میلیون دلار که آقایون مصرف کردن در انتخابات تانستن اما یک چند نفر یک میلیون کم و اندی به در, انتخابات شرکت کنن که اموالی که به مردم دیگر بس آمدن از ناکارایی که وجود دارن و که که انتخاب اینها ظلم است از نگاه شرعی اشکال داره پس به او خاطر که نرفتن در زیر پای مردم فهماندن و مردم دولت من نمی دولت مردم چرا نمی‌فهمند؟ چرا نمی‌فهمند نمی که مردم حرف دارن عالی زیاد نیست که ما بیایم انقلاب بکنیم ما شورش بکنیم ما تحول بیاریم اگرچه ما من علاقه دارم به مردم میگم که بیشتر شعر گفتم سینه پر از درد شده مردم تا کشته میتین تا کشته میتین مردم مردم, مردم چی میتونن مردم... در این بیان مردم مشکل مردم است که فقیر است اما در پهلوی فقیر است هر روز ارتباط فقر بمیریم هر روز ما را ارتباط کوتاهی دولت انتحار ما را بکشه بر ارتباط یا بیایم در ارتش بریم با طالب جمعی کشته شوم ما برای مردم از این صدا میزنم که مردم خصوصا مردم چون که فقیرن نمیتونن صبح میدن شب میاین و وقت فکر بکنن نخبگان مردم نخبگان بازماندای شهدا نخبگان در راستای صلح کار میکنن در راستای بیست اقوام کار میکنن در راستای این نخبگان باید دست هم به هم بتن گذشته ها را فراموش بکنند جریانی را ایجاد بکنند که دولت را دولت را مجبور بکنند که در راستای برنامه‌ای بله. که خشونت را کم آخو می آخو در هر صد قبول بکنه در حال حاضر ما در حال تلاش های بیشتر بر پروسه صلح افغانستان هستیم تا میان امریکا و طرف طالبان امضا شد و قرار است که گفتگوها میان افغانان هم داشته باشیم امیدواری ها وجود داره که بالاخره پس از این همه خشونت هایی که صورت گرفته مردم به آرامش دست پیدا بکنند ما هیچ معتقد نیستم به خاطر چی اولی که ما انقدر ضعیف شدیم که ما میایم لشکرکشی میکنیم بحث میکنیم مجادله میکنیم که بریم در یک منطقه دور از کشور با یک تعدادی که با ما مخالف بوده صحبت بکنیم و طرح صلح آماده بکنیم که هم دیدین که نتیجه خب یک از است برای آمدن صلح یک, یک از دلایلش شما بیاین ببینید همین کسایی که معرفی میشن آیا ارزیابی بکنین امیا اول از بازمانده های شهدا که دردمنده ترین مردم قشر جامعه بوده است از در چهار ده، چه دهه ای که گذشته کدام نماینده نخبه معروفی دلسوزی صادق صالحی بوده که بر اونجا صحبت بکنه کلش از قماشگران اینه می سیاست گران بودن که متاسفانه بله؟ حضورشان حتمیه هست که بتونن صداشون رو بلند بکنن من که یک نماینده از بازمانده های شهدا یک نماینده و اصلاح از کسایی که در راستای صلح واقعا میفهمند یک عالم زبردسته که نه دولت باشه اما عالم باشه عالم او از تمام مسائل دین جنگ صلح بفهمه با نفر مقابل بشینه برش استدلال بکنه که جنگ تو حرام است جنگ تو منفعت ملی را ایجاب نمیکنه این وطن را کشور خراب کرده این لشکرکشی چی است باز همی دولت که تا دیروز میگفت که ما بعد برای احزابا, برای احزابا برای این کسایی که چور و چپاول کرده باز به خاطر که بقای عبید. دولتش باز این میار آورده و اشخاصی را که از, 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 بین یا انتخاب کرده یا که همونجا بره نتیجه نداره این نتیجهش معلوم است همونطور که انتخابات ما بله. بحث صلح ما بحث بازماندای جهاد ما اگر اشاره بکنین که بعد از این حکومت با چه کار بکنه که دیگر جلوگیری صورت از بیشتر غیر نظامیان خیلی کوتاه حکومت باید خودش فکر بکنه ببین در روز ما چند وقت پیش در روز 100 صد 200 صد نفر شهید میدادیم آیا لازم است همین تلفات هر روز ببینیم آیا بحث صلح دادن و گذشت گذشت است یک چیز باید بگذره دولت مجبور است برای که مردم ما زنده بانه باید گذشت بکنه اما توانمندی خود را قوی بسازد که تشکر. در مقابلش او قبول بکنه سپاس از اینکه با استدیو تلونیوس حضور یافتن خیلی سپاس از شما بیننده این بحث